این خیلی جالبه. آژانس هواپیمایی تا میگن که کار کنه به بسیم در روز روسیه، ایتالیا، کرواسی، جاهای دیگه که چرا بس خود بعضی مالی خودشون زحمت. دختر بچه ها، پسر بچه هایی که وارد صنعت مد میشن، به یک دید دیگه وارد صنعت مد میشن، میخوان بیان پول در بیارن، گاهی اوقات هزینه های خانواده هاشون رو میدن. اینا رو گاهی اوقات از توی چه میدونن روستاهای روسیه، روستاهای کرواسی یا جاهای دیگه که یک خورده وضع مالی خوبی ندارن میان، عملا هیچ درک اجتماعی از اینکه اون بیرون چه اتفاقی داره میفته ندارن. خیلی راحت میشه شستشوی مغزشون کرد و حتی گاهی اوقات وقتی ازشون سوء استفاده میشه، اینا نمیدونن که اصلا اتفاق بدیه. شما میتونید این بچه ممکنه بین 8 ساعت تا 12 ساعت کار کنه در روز. Actually to know what kind of model I work is quite hard, because now like if you book a model, you just send a request and they propose you like a full package, but they don't tell you, oh, he's underage or he's like that age. Or sometimes if it's really the case, it will be more like, oh, he doesn't accept to be like topless. خیلی جالبه. آژانس های مدلینگ بهت میگن که دروغ بگو سن تو. مثلا اگه کمتر از 18 سالی بهت میگن بگو 18 سالمه، یا مثلا اگه 14 سالته بگو 16 سالمه. Yes, I've been working with underage people. I think in my last issue I had like underage people and I had no problem with them actually, because they're quite like happy to do what they do. من دوستی دارم که 16 سالشه و این بچه 2 ساله که اوردی وارد صنعت مد شده، انگلیسی هم هست. وقتی ما نهار میریم بیرون، یک سیب رو وقتی بهش نصف میکنم میدم نمیخوره، فقط کافی قهوه میخوره و روش سیگار میکشه که سیر بشه. To me the underage question is and for me it's like a little bit awkward, since I know that people scout models in the street. They scout models, they scout a lot of models. And most part of the time, the first thing you tell to someone that needs to scout is go in front of a high school. It totally depends on the what you call underage people, because if 16 years old is underage, then we no longer have any models.